درود به همه دوستان عزیز، خیلی متشکرم که مثل همیشه منو با نگاه های زیباتون دنبال میکنید و مرسی که هستید. تو این ویدیوی خیلی جذاب که فکر کنم کلی خوشتون بیاد مثل بقیه ویدیوها، میخوام دوباره ببینیم با هم افتخار آفرینه یک ایرانی با هم ببینیم، اونم یک پسر 10 ساله که توی یک مسابقه شیرخانی بریتانیایی رتبه اول آورده و با اینکه فقط فکر کنم 6-7 سالشه و بریم با هم این ویدیوشو ببینیم و برگردیم. با خانوادش هم مصاحبه کردم، پیشنهاد میکنم که تا آخر ببینید، خیلی خیلی جذابه. یزدان غفوری اصفهانی، پسر 10 ساله ایرانی که برنده یکی از مسابقه های مهم بریتانیا شد، آف بای هارت یا مسابقه شیرخانی. Welcome to the Sheldonian Theatre for the final of Off by Heart. آف بای هارت مسابقه ای که هر سال توسط بی بی سی برگزار میشه و دانش آموزان شرکت کننده از سراسر بریتانیا باید بهترین دکلمه شعرهای انگلیسی را اجرا کنند. We come down now to the final three in this first round. We're going to hear next from Yazdan Kufuri Isfahani. چیزی که باعث شگفتی همه شد اینه که اون در ایران متولد شده. تا 4 سالگی انگلیسی نمیدونسته و تا به امروز هم در خانواده فارسی صحبت میکنه. پدر مادر یزدان زمانی که اون 4 سال داشت از ایران به بریتانیا مهاجرت کردن. فکر کنم یعنی از وقتی اومدم تو انگلیس یاد گرفتم یه چیزی توم بود و بزرگتر بود و هر وقت خودم بزرگتر می شدم هی شعر خوندن و آهنگ خوندن هی بزرگتر می شد بعد رفتم تو آف بای هارت منفجر شد دیگه. What are you going to give us next, Yazdan? I'm going to do Jim by Hilaire Belloc. So, Jim by Hilaire Belloc. There was a boy whose name was Jim. His friends were very good to him. They gave him tea and cakes and jam and slices of delicious ham and chocolate with pink inside and little tricycles to ride and read him stories through and through. They even took him to the zoo. یزدان اصلا وقتی که اومد و اجرا کرد، اون شور و شوقی که تو مردم ایجاد شد، وسط کارش دست دادن یا همه اون ابراز احساساتی که تو اون 2 روزی که ما تو هتل بودیم میکردن، میمدن گفتن واقعا یه ستاره است، ما میدونیم که اون موفق میشه. یعنی کسای پدر مادرهای دیگه که بچه های خودشون آورده بودن و تو لندن دیده بودنش و اینا، و این احساس رو داشتم که قبول یعنی برنده میشه، ولی وقتی برنده شد خیلی خوشحال شدم. اما راستش خیلی جرف فکر نمی کردم که توی انگلستان یه روزی پسر من بتونه زبان انگلیسی رو، شاید از خیلی از انگلیسی های همسن خودش، بهتر و سلیس‌تر صحبت کنه و برای من واقعا افتخاره. برای من کلن شعرها آنچنان معنی و مفهوم خاص نداره، معنی و مفهوم خودش رو میفهمم ولی اون لفظ کلام رو کامل نمیتونم بگیرم. اگر یزدان تو ایران بزرگ میشد مثلا این موفقیت اینجوری هم به دست میبود؟ من فکر نمیکنم، شاید تو مقطع مدرسه یعنی دبستان میتونست اون چیزی که الان هست باشه، ولی اگه میرفت بالا مثلا تو دانشگاه حالا شاید، چون الان اونقدر این چیزا جا نیفتاده. من البته فیلم هایی که از ایران میبینم، خب تو مدرسه های ایران هم موقع ما خودمون سرود میخوندیم، تئاتر داشتیم، ولی به این وسعتی که اینجا بهش اهمیت میدن به دراما توی مدرسه، من فکر نمیکنم ایران توی دبستانش و حتی توی راهنمایی و اینا، من فکر نمیکنم اینطوری باشه. نه، بنابراین این چیزی که الان اتفاق افتاده فکر نمیکنم تو این سن برش اتفاق میافتاد. خب شعر فارسی هم بلدی؟ بله، یه کوچولو ازش نمیدونم اسمش چیه ولی از خانم فروخه. یک روز بلند آفتابی در آبی بیکران دریا، امواج تو را به من رساندند، امواج تو بار تنها، چشمان تو رنگ آب بودند، آن دم که تو را به آب دیدم در قربت آن جهان بیشک، گویی که تو را به خواب دیدم.
سعی میکنیم که فرهنگای ایرانی رو تو خونمون پیاده کنیم. به هر حال این شاید یه روزی بخواد برگره به کشورش، به هر حال شاید مسافرت بره بخواد اونجا خانواده‌اش رو ببینه، باید هر دو فرهنگ رو بمونه بدونه. یزدان جعبه اسرارش هم به ما نشون داد. میگرفتن؟ جعبه ای که پر از خاطرات کودکی و تشویق‌نامه های گوناگون بود و تمام امیدهایی که به آینده داره. جعبه ای که دیگه داره از گذشته ایرانیش خالی میشه. احساس میکردم که به عنوان یه پدر باید تا جایی که میتونم کاری که باید انجام بدم و براش بدم و برای خودم لاغل هیچ وقت جایی اگر نذارم. میگم اگر فلان کاری کرده بودم، هر چی از دستم برمیومد انجام دادم. And our winner is Yazdan. من یه دونه از آفرهات حالا رو بردم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و من همیشه میگم که همه ویدیو میام ایرانی ها هر جا از این کره خاکی باشن باعث افتخارن و همیشه به قول معروف افتخار میآفرینن و چقدر خوبه که من این ویدیو رو پیدا میکنم و دربارش رو سرچ میکنم و براتون میذارم و هم خودم لذت میبرم و هم مطمئنم و تحلیم که شما هم لذت میبرید و واقعا چقدر خوب که پدر مادرهایی که بچه‌هاشون رو توی خارج از ایران با فرهنگ ایرانی بزرگ میکنن و همیشه باهاشون فارسی صحبت میکنن و نمیذارن که زبان فارسی ازشون بره و این واقعا قابل تحسین هستش و همین دیگه سرتون درد نمیارم. مرسی که از کانال خودتون حمایت میکنید، کامنت میذارید برای من، سابسکرایب میکنید، ویدیو لایک میکنید، همیشه من نگاه میکنم کامنتاتون رو با عشق میخونم و ببخشید که نمیتونم همه رو تک به تک جواب بدم، اما اینو بدونید که تمام بدون اغراق تمام کامنتاتون رو میخونم و همیشه تو بدترین شرایط کامنتات شما برای من باعث قوت قلب هستش. واقعا اینو بدون اغراق میگم. همین، تا ویدیو بعدی ببینمتون. کانال بلاگ داخل دیسکریپشن براتون میذارم، یادتون نره حتما اگه دوست داشتید اونجا ویدیو ما رو دنبال کنید، براتون بلاگ روزمره اینجور چیزا رو میذارید. تا ویدیو بعدی ببینمتون. فعلا تنتون سالم و لبتون خندون باشه. خدا نگهدار.